سلام، حتما شنیدین که میگن توی آلمان اگه کار کنی حدود 42-43% رو باید مالیات بدی، چیزی برات نمیمون، اصلا آلمان نمونی، برین آمریکا فلان جا. ولی امروز اومدم بهتون بگم بیشتر چیزایی که شنیدین درست نیستش، یا حداقل توی جزئیاتش اشتباه بهتون میگن. مخصوصا تو شبکه‌های مجازی، من تو اینستاگرام تو اکسپلور میبینم که خیلی‌ها مثلا اومدن آلمان به اشتباه این موضوع رو بهتون میگن. برای همین امروز خواستم یه ویدیو بگیرم با جزئیات کامل نشونتون بگم بدم که مالیات تو آلمان چجوریه، چه کلاسایی هست، اصلا چه نوع مالیاتایی داریم توی آلمان. حدود 10 نوع مالیات داریم توی آلمان که اینا رو میخوام بهتون نشون بدم. بالاخره تابستون شد، ما هم میتونیم بیرون ویدیو بگیریم. این یه نکته خیلی مهمیه. اولش بگم که حدود 8 نوع مالیات داریم توی آلمان که به ترتیب بهتون میگم. اولین نوع مالیات، مالیات بر درآمد هستش که مهمترینشون هم خب همینه و بستگی داره که چه کلاس مالیاتی باشین. چون 6 کلاس مالیاتی برای این نوع مالیات در نظر گرفته شده که بعداً با جزئیات بهتون میگم. وقتی این بخش رو تموم کنیم با جزئیات کامل این نوع مالیات رو بررسی میکنیم که اگه حقوقتون چقدر باشه چقدر مالیات میدید. هلو که بینه که این نوع مالیات بین 0-45% متفاوت و متغیره. نوع دوم مالیات، مالیات هزینه های اضافی همبستگی هستش که از سال 1991 این قانون و مالیات رو گذاشتن که دوتا آلمان شرقی و غربی به هم پیوستن. البته اینو بگم که این مالیات دقیق نمیدونم شامل ما مهاجره و دانشجو هم میشه یا نه، و حدود 5.5% هستش که همون جزئی از شامل و جزئی از اون مالیات بر درآمد حساب میشه این نوع مالیات. نوع سوم مالیات، مالیات شرکت یا هستش که بهش corporate tax هم بهش میگن. خب اگه تو آلمان شرکت ثبت کنی، صاحب شرکت باشی، باید مالیات پرداخت کنی. یه مالیات بیسیکی داره 15%. باد میاد صدا خوب ضبط میشه یا نه؟ امیدوارم صدا کیفیتش بالا باشه و خوب ضبط بشه. مالیات شرکت 15%ه که نوع دوم مالیات، یعنی مالیات هزینه‌های اضافی هم روش اثر میذاره و به 15.8% میرسه. اما یه نوع دیگه مالیات روی این تاثیر داره روی شرکت که بهش مالیات ترید میگن، ترید تکس میگن، که بین 14-17% و اگه همه رو هم دیگه بگم میشه روی هم رفته شرکت شما باید بین 29-33% بستگی داره که کدوم شهر باشین مالیات پرداخت کنیم. بریم حیات دانشگاه بقیه شونزو بگیریم. یه تست لرزش هم از گیمبالمون بگیریم. خیلی سنگینه. این رو یکم اشتباه کردم، یه چیز گنده حرفه‌ای خریدم. حالا تو یه ویدیو بهتون نشون میدم. اینجا کلاسای معماری برگزار میشه. اینا کلاسای معماریه. ساختمونش قدیمی طوره، بازسازی شده. نوع چهارم مالیات، مالیات بر ارزش افزوده هستش که تو ایران هم خوب داشتیم برای مواد غذایی اینا یا کالاهای تجاری. 13% یا 13.5% بود ایران و توی آلمان 19% هستش که بهش value added tax یا VAT میگن به اختصار، و روی همه کالاها، چه مواد غذایی، چه پوشاک، چه همه کالاها منظورمه شامل میشه. اما برای کالاهای اساسی مقدار 7% دولت کاهش داده تا مردم قدرت خریدشون بره بالا. مواد غذایی مثلا، اکثر مواد غذایی مثلا 7%، مثلا کتاب 7%، یا مثلا یه ایونتی، یه فستیوالی شرکت میکنی، هزینهش، مالیاتی که براش پرداخت میکنی 7%. آره دیگه، اینجا یه جشن، یه بلیت میخری، باید مالیاتشو بدی که بر اساس این نرخ حدود 7% باید مالیات بدی. البته بگم این کنسرت های خارجی، مثلا کنسرت های ایرانی که برگزار میشه اینجا، مالیاتش 19%. مثلا این کنسرت مهم میخوای بری، بلیتش 100 یوروه، 119 یورو باید پرداخت کنی و چاره نیست، قانون قانونه. و اما نوع پنجم مالیات، مالیات بر سرمایه هستش. مثلا شما برای فروش سهام، اوراق بهادار، یا مثلا سرمایه گذاری توی املاک ایجاد کردین، بهش مالیات تعلق میگیره و حدود 25% هستش که حالا میتونه یه سری کسری مالیاتی هم بخوره، تخفیفای مالیاتی. سیستمش خیلی پیچیده است و یه متخصص تکس معمولا استخدام میکنن که این کارا رو براشون انجام بده. حالا اگه شما این کارا رو اینجا کردین، فکر کنم همون 25% رو باید پرداخت کنین. نوع ششم مالیات، مالیات بر ارث و هدیه هستش. درسته ایران نمیدونم برای ارث
مالیات میگیرن یا نه، ولی اینجا میگیرن، درصدش بین 7 تا 50 درصده و این متغیر بودنش بستگی داره به نسبت فامیلی شما با متوفا. اگه مثلا ارث از پدر به پسر برسه، خب اینا پدر و پسرن، رابطه شون خیلی نزدیکه، اون 7 درصد رو پرداخت میکنه. ولی مثلا یه نفر بمیره وارث نداشته باشه، به یه فامیل دوری برسه ملک و املاکش، نصفش رو دولت میگه بده من، اون 50 درصد رو بده من، نصف دیگهش بره همون وارثه. فکر کنم ایران هم یه همچین قانونی داشتیم، مثلا وراث نداشته باشه دولت ضبط میکنه یا همچین چیزی، حالا یادم نیست. ها، نکته جالبش اینه که هدیه هم همینطوره. فکر کن مثلا یه دوستی داره به کادو یه دونه خونه میده، مثلا بعضی دوست اینجوری داره، ما نداریم، اونم باید مالیات بده، کلی مالیات باید بده به دولت. این خیلی بده، اینو شو منم دوست نداشتم. اما بریم نوع هفتم مالیات، که مالیات بر دارایی، همون پراپرتی تکس بهش میگن، و چیزی بین 26% تا 1% هستش که سالیانه پرداخت میکن. خب ایران هم داشتیم، ایران خیلی کم بود، واسه خونه ما مثلا میومد 23,000 تومان توی شهرستان مالیاتش، واقعا یه چیز مسخره‌ای بود که به نظرم باید توی ایران هم افزایش پیدا کنه. اینجا هم حیات دانشگاه ما، البته دانشکده ما توی لمگو، اینجا دتمولد، دانشکده معماری، چندین رشته معماری که هستن، دیزاین و آرشیتکت و فساد و اینا و عمران و یه سری مدیا ساینس اینا تو این محوطه هستن. حالا بعدا یه ویدیو از دانشگاه میگیرم، ولاک هفته بعد قراره بگیرم، یعنی اون نشونتو میدم. و اما گروه هشتم، بقیه مالیات رو گذاشتم توی گروه هشتم، که خیلی مالیات دیگه مثل مالیات خودرو، مالیات انرژی، مالیات محیط زیست، مالیات بیمه و کلی مالیات سرتوپرت دیگه است که تو گروه هشتم جای دادم. و اینا اینجوری نیست که سالیانه باید پرداخت کنی، مثلا یه کاری رو انجام، یه خود رو بخری، خب اون موقع باید مالیاتش رو بدی، یا مثلا یه بیمه خاصی داشته باشی مالیاتش رو میدی. اینو برای همین دیگه همه رو گذاشتم توی گروه هشت. اما بریم سراغ کلاس‌های مالیاتی. نوع اول مالیات که یادتون هست، مالیات بر درآمد بود، که خیلی‌ها میگن 42%، 45% درآمد توی آلمان باید بدی به دولت، دولت میگیره ازت. اما بریم ببینیم که چرا این حرفو میزنن. کلاً توی آلمان 6 کلاس مالیاتی داریم که یه ویدیو شورت هم تو یوتیوب در موردش گذاشتم. کلاس اول مجردها، بیوه‌ها و مطلقه‌ها هستش. کلاس دوم سینگل پیرنتس، یا همون پدر مادری که طلاق گرفتن و بچه دارن، حالا بچه با یکیش میمونه و اونا. کلاس سوم متأهلینی هستن، زوجی که درآمد بالاتری داره تو کلاس سوم قرار میگیره، و زوجی که درآمد پایینتری داره تو کلاس پنجم. و گروه چهارم هم همون متأهلین هستن که هر دو زوج درآمد تقریبا یکسانی دارن، هر دو کلاس چهار رو انتخاب میکنن. و اگه متأهل هستین، یا باید هر دو کلاس 4 رو انتخاب کنین، یا باید اونی که درآمدش بیشتره کلاس 3 رو انتخاب کنه، اونی که درآمدش کمتره کلاس 5. چرا؟ اگه کلاس 3 رو انتخاب کنین مالیات کمتری به دولت میدین، برای همین اونی که درآمدش بیشتره 3 رو انتخاب میکنه پول بیشتری در میارن براشون میمونه، و اونی که درآمد کمتری داره معمولا خانوما یا آقا، فرق نمیکنه اصلا، اینجاتون جنسیت توی درآمد تأثیری نداره بابا. و کلاس ششم هم فریلنسری ها هستن که مثلا یا چند تا جاب شغل دارن، یه تعداد افراد چند تا شغل دارن مثلا کار میکنن، یا برای خودت کار میکنه به صورت فریلنسری و خیشفرما میگن، چی میگن همون، که توی گروه کلاس 6 قرار میگیره که بالاترین نرخ مالیات هم برای ایناست. اما بریم سراغ درصدهای مالیاتی. چقدر مثلا اگه سینگل هستین چقدر باید مالیات بدین؟ برای افرادی که مجرد هستن کلاس 1 تا 10347 یورو معاف از مالیات هستن، درآمدتون معاف از مالیاته. بین 10900 تا 16000 به صورت خطی افزایش پیدا می‌کنه. بین 14 تا 24% مالیات باید پرداخت کنید. واسه یه نکته که اشتباه بهتون میگم، مخصوصا اینجا بهتون اشتباه میگن، مثلا میگن که اگه 60000 یورو درآمد داشته باشین 45% مالیات بهش تعلق میگیره باید پرداخت کنی. و خیلی‌ها فکر میکنن که مثلا 60000 یورو که درآمد دارن 40% چقدر میشه؟ اون مالیاتش میشه. خب اینجوری حساب نمیشه. این 60000 تا خب روی یه خط در نظر بگیریم، این بخش اولش 10300 تا بهش مالیات تعلق نمیگیره، اونو میگیریم. بین 10900 تا 16000 تا بهش مثلا 24% مالیات تعلق میگیره، فقط به این بازه، یعنی بین تون درآمدتون از 10900 تا 16000 تا 24% مالیات بهش تعلق میگیره. نه رو برگام داشت میره. بعد از 16000 تا هم تا 62800 که این
عدد آپدیت شده واسه 2023، قبلا 57000 خورده بود، الان شده 62800. من به صورت خوشگل می نویسم اینجا، اینا که می خونم اگه یادتون رفت ببینین، حدود 24 تا 32% مالیات تعلق می گیره توی فقط به این بازه، و اگه از 62000 تا 277000 یورو درآمد داشته باشین، یه چیز خیلی بعیده، یعنی 42% همین میمونه، یعنی بیشتر از 42 دیگه نمیشه، یعنی الان 250000 تا هم درآمد داشته باشین، اون بازه بین 62000 تا 200000 مثلا، که مثلا بگیم میشه 140000 یورو، اون 140000 یورو فقط 42% بهش مالیات میخوره، دیگه بیشتر از این بهش نمیخوره. از 277000 یورو بیشتر هم باشه که 45000 یورو بهش مالیات تعلق میگیره، دیگه از این بیشتر نمیشه. برای کلاس دوم هم درصدها دقیقاً همینه، ولی اون معافیت مالیاتی که اولش گفتم 1300 تا، برای متأهل ها 21000 خورده ای هستش. چند تا منبع رو نگاه کردم، هر کدوم عددهای متفاوتی نوشتن، ولی فکر کنم واسه امسال حدود 21-2000 تاست که تا اون مقدار اگه متأهل باشین بهش مالیات تعلق نمیگیره، بعد اون دیگه این مجردت ها بهش مالیات تعلق میگیره، و علت این که وقتی متأهل میشین درآمدتون بیشتر میشه، مالیات کمتری هم میدین، به خاطر همین معافیت مالیاتی تو درآمد کمتونه. و برای همه گروه هم این درصدها یکیه، فقط اون معافیت فرق میکنه در واقع، و این درصدها به صورت خطی افزایش پیدا میکنه براشون. الان میریم توی یه سایتی ببینیم که مثلا یه دانشجو که درسش اینجا تمام شد، مدرک کارشناسی یا کارشناسی ارشد گرفت، یه قرارداد کاری میگیره، مثلا میگیم یه چیز معقول دیگه، 42000 یورو سالیانه بدون سابقه کار دیگه، اونی که مثلا سابقه کار داره درآمدش بیشتر. اگه 42000 یورو درآمد داشته باشین، چقدر دستتون رو میگیره اگه تو کلاس های مختلف باشین، اگه کلاس 1, 2, 3, 4, 5, 6، همه رو میخوایم با هم مقایسه کنیم ببینیم چقدر میمونه، چقدر مالیات میدین، همه رو تو این وبسایت دقیق میذارم ببین. خب بچه ها میتونید بیاید توی این سایت بغوتونتو قشنت.info، بعد اینکه وارد این سایت شدید حالا میتونید سرچ هم کنید، این سایت خودش میاره، یه سایت معروفیه. بعد میایم که ببینیم چقدر مالیات اگه 42000 یورو سالیانه یه قرارداد ببندیم بعد تحصیلمون سال 2023، چقدر قراره مالیات بدیم این چیزا. اگه بچه اینا نداریم، اول بریم کلاس یک. ما مثلا مثل من، شما مجردین اومدین اینجا، من توی ایالات نورد راین وستفالن هم ایالاتتون انتخاب میکنین، حالا سن من 25، اوتوماتیک هم این 25 خوبه، بچه اینا هم که ندارم، بعد این هم که درسته، بیمه هم دولتی، این هشته همه من آکا هستم، اگه پایین اون پایین رو نگاه کنین تکا، اشتباه گفتم آکا نیستم، من تکا هستم، اون پایین هم نگاه کنین تشنیش خرقان کن کاسه، هشته همه درصد هستش که انتخاب میکنم. این هم که هستش خودش، میزنیم محاسبه، و حالا میبینید، ببینید اگه سالی 42000 تا در بیاری بوگوتو یا همون گروس سالری ناخالص، ماهی 3500 تا میشه، که ببینیم نتو یعنی خالصش آخر سر چقدر میمونه. میگه که شما مالیات تکس چرت حساب کرده، ما باید برگردیم اونو برداریم، ما مالیات کلیسا نمیدیم، اینو باید نوش کنید، دوباره بریم از اول. بعد میگه که مالیات حقوق شما میشه سالی 5577 یا ماهی 464 یورو، این میشه مالیات حقوق شما که ما سالیدری سرچارج و سرچ تکس رو نمیدیم. ماها یه سری هزینه دیگه هم هست مثل بیمه بازنشستگی، میشه سالی با این درآمد 3906 یورو یا ماهی 325 یورو، که تازه این نصفش هستش، نصف دیگه رو کارفرما میده، برای همینه که شما کلاس شیشه مالیاتی باشین، برای خودتون کار کنین و کارفرمای خودتون باشین، این مقدار دو برابر میشه. بعد بیمه بیکاری هستش، بیمه بیکاری سالی 500 تا یا ماهی 45 یورو نیم هستش. بیمه سلامتی یا همون، ما هم تو ایران بیمه تامین اجتماعی داشتیم دیگه، اینم همونه که میشه 3200 تا یا 269 تا ماهیانه برای تکا هستش این بیمه. آره یه کیر اینشورنس هم هست، دقیقا نمیدونم چیه این. بعد اینم میشه سالی 700 تا یا ماهی 65 یورو، که روی هم رفته میشه سالی 8000 تا و ماهی 700 تا.
از 42 هزار یورویی که قرارداد بستین سر سال همه رو جمع ببندی، شما حدود 28 هزار یورو دستتون رو میگیره، یا ماهی 2300 به ازای 3500 تایی که قرار بود دستتون رو بگیره بعد مالیات، 2300 تا حدودا دستتون رو میگیره. این برای مجردها بود. برای اونایی که برای بقیه رو دیگه تونتون نگاه کنیم که وقت تلف نشه. برای کلاس دو که سینگل پیرنس هن، حالا بچه داری طلاق گرفتید، آخر سال 29200 دستتون رو میگه یا 2400، یه ذره بیشتر از مجردها، اونم به خاطر اینکه مالیات سالاریتون یه ذره بیشتر، مالیات درآمدتون حقوقتون یکم بیشتر میگیره دولت، و اینا یکیه، یعنی با قبلیه این سوشال چارجز یکیه. بعد برای کلاس 3 هم همچنین، یعنی متأهل هستین و درآمدتون از همسرتون بیشتره، شما کلاس 3 هستین و فرقش با اون یکی ها همین درآمد، همین مالیات سالاری هستش، بقیهش تقریبا یکیه. بعد آخر سال 31300 دستتون میگیره یا ماهی 2614 یورو. و اگه کلاس 4 انتخاب کنیم که درآمدتون با همسرتون تقریبا یکیه، هر دوتون کلاس 4 میشین، هر دو نفرتون اگه درآمد 42000 تومانی داشته باشین ماهی 2329 یا عین سینگلا میشه در واقع درآمدتون، عین مجردها. و اگه کلاس 5 انتخاب کنیم، ببین 5 چه شکلی میشه، 5 باید مالیات بیشتری بده، چون اونی که زوزی که درآمدش کمتری داره، ببین 10000 تا شده. اونی که یادتون باشه کلاس 3 زوزی که درآمد بالاتری داشت فقط 2000 یورو مالیات داده بود واسه حقوقش، این 10000 تا مالیات داده و آخر سال، یعنی هر ماه 1950 یورو دستش رو میگیره که واقعا چیزی قابلی نیستش توی آلمان. بعد کلاس 6 که بیشترین مالیات رو پرداخت میکنه سلف امپلوید هستش و 1900 تا دستش رو میگیره، آخر سال از 42000 تا 22000 تا دستش رو میگیره. و میتونید برای درآمدهای مختلف بستگی به قراردادتون، بیمتون و غیره اینجا تنظیم کنید و مالیاتتون رو حساب کنید. امیدوارم این ویدیو به دردتون خورده باشه. تا ویدیو بعدی، خدافظ.